همکاری رسید. داشت به دلیل مشکل مالی دارم توضیح میدم دیگه. داداش پیمانو آوردم. سلام همین جا. سلام یوشا جان. پیمانو آوردم. سلام سعید جون. سلام تاتا. آرمین هاشمی هم اومد. کوروش هم اومد. بیاریم بالا. آره میتونیم آرمین و کوروش هم حتی بیاریم بالا. الان میدونم میتونیم بیاریم بالا. پیمان درخواست بده. سوالی که هستش اینه که قراردادی که با شما با یونیورسال بسته بودید چه جوری بود؟ اگر میتونی از جزئیاتش هم بگی. من کاملا از جزئیات همه چی میگم، فقط از جزئیات پولی که آونگ ما داره میده نمیگم، به خاطر اینکه خب البته که اونا باید به آرتیستاشون بگن که خب پولی که ما به امیر تتلو میدیم و پولی که به شما میدیم فرق میکنه. یعنی اینا مای یعنی ترکی 100 هزار دلار هم به ما بده آونگ، دلیل نمیشه که خواننده‌های دیگه‌ش هم همین قیمت رو بخوان، چون اینو همه میدونن که هم کار ما قیمتش بالاتره، هم عرضم به حضورت خب بالاخره هوادارامون بیشترن دیگه. اینه که حالا از قیمت آونگ چیزی نمیگم که اختلال توی سیستم کاری خوششون پیش نیاد، ولی قیمت‌های یونیورسال رو میگم اصلا مشکلی ندارم، خیلی قیمت‌های پایینی بوده. چجوری بوده قرارداد باهاتون؟ به صورت قرارداد اینجوری بوده که اینا می‌خواستن 50000 یورو به ما بدن که 25000 یوروشو الان می‌دادن، 25000 یوروشو بعد از اینکه آهنگ آلبوم تموم شه پول تنظیم کننده‌ها رو هم خودمون باید می‌دادیم، پول ساز و ماز و همه چی هم خودمون، 3 تا ویدیو هم از ما می‌خواستن. بعد تازه این وسط پول منیجرشون خودشون آقا نادر و منیجر ما آقا کوروش هم تازه ما باید بدیم، یعنی یه چیزی هم فکر کنم من باید عجیب بدم آخرش. واسه چند تا آهنگ روی آلبوم؟ 12 تا آهنگ 3 تا ویدیو. یعنی داداش پیمان رو آوردم داداش. حساب بکنیم. آقا پیمان اینجا هست و آقا کوروش بهتر میتونن توضیح بدن. یعنی به صورت میانگین واسه هر اثر موسیقی شما باید تقریبا 3300 یورو میگرفتید دیگه. الان نرمال فکر کنم آونگ میدونم البته چقدر میده، خیلی بیشتر از اینا بهتون میده بابت هر اثر مدیایی که تولید بکنید تو پلتفرم که آونگ ازتون میخره. بله آونگ چند برابر داره میده تقریبا. بله من خبرشو دارم و این البته خب برند خب یونیورسال هم بود دیگه، ولی خب این که 50000 یورو که من الان شنیدم، آخه داداش ما از این برنده چیزی ندیدیم، پیج فروش ما از اینا بیشتره، تبلیغات ما از اینا بیشتر بوده. میفهمی چی میگم؟ یعنی تو این مدتی که ما اومدیم تو یونیورسال یا یه ترک باهاشون کار کردیم، ما ترکمون رو دادیم، تبلیغاتمون رو کردیم، 30 تا کامیکسون پست و استوری کردیم، اینا هیچی، فقط به ما گفتن میکنیم بشین تا بکنیم. ما هم نمیتونیم بشینیم که، تا الان هم نشسته بودیم به خاطر اینکه سایت شرط بندی بود، خیالمون راحت بود پول داریم در آینده و پول میتونیم اینا بگیریم. خب ولی الان من که نمیتونم که بنده این همه کارمند دارم باید عرضم به حضورت حقوقاشونو بدم. الان فقط کسی که تو خونه من کار میکنه ماهیانه از این پولی که اینا میخوان به من بدن بیشتر داره میگیره. میفهمی چی میگم؟ اینه که نشدنیه اصلا. الان وضعیت قرارداد اینجوری هستش که امکان فسخ قراردادو دارید یا نه؟ من امکان فسخ قراردادو دارم، خودم فسخ میکنم بیان کیرمو بخورن یا منو بندازن زندان. بنده پول از اینا نگرفتم هیچی، یه قرون. خب قراردادشون هم اصلا بلد نبودم، انگلیسی آلمانی بلد نبودم، اینا هرچی دلشون خواسته نوشتن، هرچی هم باشه توش به کیرم مهم نی. بنده حرف زدم، الان هم یه قرون پول که نگرفتم. حالا میگن یه پولی ترانسفر شده به کوروش، گفتم خیلی سریع بهشون برگردونه چست دومنشون و عرضم به حضورت با یه ترک هم مجانی بهشون دادم، این همه تبلیغات هم کردم پول اونم نمیخوام، حالا یه چیزی هم بیان به دکار بشن برای فصل. هنوزم که هیچ کاری برای من نکردن که بگن آقا ما مثلا این تنظیم کننده رو به تو دادیم پول میخوایم، یا تو این شبکه تو رو پخش کردیم پول میخوایم. یه پیج اینستاگرامشون گذاشتن، اونم که ما بردیم پیج اونا رو بالا، خودشون هم اعتراف کردن ما چیزی بدهکار نیستیم آقا امین، که بخوایم برای فسقش بخوایم از کسی اجازه بگیریم. اگه خارکسته بازیه میخوان اذیت کنن، خب اذیت کنن اب نره، ولی اگه اذیت کردنی نیست بنده در خودم میبینم که فسق کنم الان قرارداد یه طرفه. آقا پیمانم آوردم، آده شمیر از واتساپ زنگ زدم اومد. خب آقا پیمان شما هستی داداش؟ امیر خان سلام.
چاکرم برادر، خوبی؟ خیلی مخلصیم، خوبی؟ خیلی چاکرم. چاکریم آقا. عرضم به حضورت که الان فسخ قرارداد ما چه جوری امین آقا میپرسه، داستانشو شما میدونی؟ چون من اون قراردادو به شما و به کوروش گفتم ترجمه کنید و راستش رو بخوای رو حساب شما امضا کردم و هیچی هم ازش نمیدونم. درست. که شما الان یه توضیح اگه اجازه بدی هم میخوام یه توضیح درباره قرارداد بدم که اصلا مشخص باشه. شما عرضم به خدمتتون که ما یه قرارداد پخش باشه کمپانی یونیورسال بستیم برای امیر خان، به خاطر اینکه بتونیم یه رزومه خیلی خوبی برای آینده شما هم باشه، به خاطر اینکه هر جای اروپا، هر جای دنیا هم که بخوای بری یه رزومه مشخصی با یه کمپانی بزرگ، کمپانی به این صورت کار میکنه، یعنی نه فقط با شما، با تمام آرتیستایی که داره به این صورت کار میکنه که یه قراردادی رو میبنده، بعد یه پیش پرداختی رو از این قرارداد به عنوان پیش پرداخت در نظر میگیره. مثلا توی قرارداد شما 50,000 یورو به صورت پیش پرداخت در نظر میگیره، یعنی پیش پرداخت از سود کار، و این 50% از این مبلغ رو اولش میده برای اینکه کار بره توی تولید، و 50% بعدیشو در خب این هایی که من خودم گفتم فسخشو میخوام بگم. من چون پشت فرمودم صدا قطع و وصل میشد نمیشد. عرضم به خدمتتون که و این موزیکا میره برای پخش توی شبکه‌های مجازی، توی اسپاتیفای، توی یوتیوب و تمام شبکه‌هایی که مثل اپل و اپل میوزیک و ساوند کلاود و همه اون چیزایی که بچه‌ها می‌شناسن، و تعداد ویو، تعداد بازدیدی که میخوره از اون درآمدزایی میکنه، و از اون درآمدزایی که میکنه به آرتیستش پول میده، و هر قراردادی یه چیز جدیدی داره. ولی خب شرایط شما چون خاص بود، ما باید برای اینکه ورود به این میزدیم باید با اینا صحبت میکردیم، چون که کمپانی یونیورسال آشنایی زیادی نداشت با شما، و ما معرفی کردیم شما رو، و اونا هم خب خیلی خوشحال بودن، خیلی هم خوششون اومد. ولی خب شرایط اینجوری بود که شما ترکیه بودین و دور بودین، به خاطر همین نمیتونست مبلغ بالایی رو پرداخت کنه، و میگفتش ما باید، یعنی یه جورایی خودمون رو ثابت میکردیم تا بتونیم بیشتر پول بگیریم. یعنی کمپانی اینجوری نبودش که فقط یه جوری باشه که بخواد مثلا به سپورت کامل بکنه و مثلا بعد درآمدزایی کنه. یعنی حالت یه سوال من دارم. خب به هر حال پیوان جان، این کمپانی حالا آلمانیه، من با قوانین آلمان یه مقدار کوچولی آشنایی دارم. ببین موقعیت جغرافیایی و لوکیشن افراد دلیل بر پایین بودن یا بالا بودن قرارداد نیست. طرف میتونه هر نقطه‌ای از این کره زمین باشه، حالا ایشون حالا ترکیه بوده یا جای دیگه. حالا پیمان جون، داستان از این قراری که ما اون موقعی که این قراردادو بستیم، یه پولی داشتیم، یه جایی یه درآمدی داشتیم، و با این رقم کم قرار شد که کار کنیم. الان دیگه ما اون پوله رو، اون کاره رو نداریم. همونطور که همه میدونن با سایت شرط بندی قطع همکاری کردیم، اینا پول ما رو ندادن، صفر صفریم. خب تازه وسط یه جایی ما رو ول کردن که ما هزینه‌هامون خیلی بالاست. مثلا میدونی چی میگم؟ اینه که ما باید پول از آهنگامون در بیاریم. من ترجیح میدم که الان قراردادمو هر چیزی که هست اینا یه پیش پرداختی دادن، کوروش میگه فرستادن برای کوروش، همون هم که دادن و ما که هنوز نگرفتیم، ولی بگیریم هم اگه میتونن همین الان برگشت بزنن، اگرم نمیتونن که کوروش بگیره بهشون پس بده. خب یه آهنگ هم این وسط بهشون دادیم، هیچی نمیخوایم. حالا اگه دوست داشتن بابت اون یه آهنگ هرچی خواستن بدن، نخواستن هم ندن، فدا سرشون. الان میخوایم قرارداد فسخ بشه، با آهنگ ببندیم، باید چیکار کنیم؟ بله، حالا من اونو بابت اون باید از قسمت حقوقی شرکت مثلا کمپانی باید سوال کنم. من نمیخوام اصلا اینفو غلطی بدم، چون که در اون باره باید یه صحبتای بکنیم، یه سوالای بکنیم. ولی چیزی که هستش آقا فردین، به شما مثلا سوالتون بود امیر خان، چون یه ذره مشکلات پاسپورتی و یه سری مشکلات چیزی که بودش، مثلا خب سایتشون بسته شده بود، فلان بسته شده بود، یعنی کمپانی باید یه ریسکی رو در نظر میگرفت. به خاطر همین ریسک، یعنی اگه امیر خان آلمان بود اصلا این قضیه قرارداد فرق میکرد، ولی اون اشتابیل لاغه، شما که آلمانی بلدی، اون اشتابیل لاغه، یعنی چیز نبود،
استیبل نبود، وار نبودش، محکم نبود. به خاطر همین شما که میدونین شرکت‌های آلمانی، کمپانی‌های آلمانی چه جوری کار می‌کنن، اینا یه سری قوانینی دارن، یه سری چیزهایی دارن که نسبت اون بند و ماده کار میکنن و خیلی هم خوشحالن که با همین خانم تتلو کار میکنن. فقط یه مشکلی هستش، ما باید اینو در نظر بگیریم که این کمپانی، یعنی شما وقتی با یه کمپانی ایرانی کار میکنین میدونن که امیر تتلو اولین و بزرگترین موزیسین ایران الان، ولی خب کمپانی جهانی مثل یونیورسال این باید به شاخش بخوره. داداشی من همه اینا رو میفهمم، بحث شما رو کامل میفهمم و میگم که ما باید اینجا یه سری خاکخوری داشته باشیم که خودمون رو ثابت کنیم. خب بسته اون موقعی که سایت شرط بندی داداش داشتیم، ما میتونستیم این خاکخوری رو داشته باشیم و عرضم به حضورتون با علم به این که همه این اتفاق رو باید بیفته، این قرارداد ما قبول کردیم. خب حالا الان داداش این درآمد ما کنسل شده، ما نمیتونیم به هر دلیل این قرارداد رو ادامه بدیم. خب اصلا من کرونا گرفتم داداش، نمیتونم، آره نمیتونم اینو ادامه بدم. الان میخوام ببینم فسخش چجوریه، اینو چجوری باید فسخش کنیم و این کار رو برای ما انجام بدید که ما بتونیم همکاریمونو با آونگ یا فردا انجام بدیم، پولشو بگیریم، زندگیمونو بکنیم. بعد متوجهم، من میتونم سوال کنم؟ میگم نمیخوام اطلاعات غلطی بدم، بهتره که منم سوال کنم. من با کوروش روزانه در ارتباطم، چشم میپرسم، من میخوام بهتون بگم ما تا الان هم خداییش نمیدونم حالا به شما ثابت چی رفت، خیلی حسن نیتمون رو سعی کردیم ثابت کنیم تو این قضیه. یعنی آره دادا شما جزء تیم منی و این کمپانی یونیورسال هم خیلی کمپانی باحالیه، ولی من الان واقعا شرایط همکاری باهاش ندارم. بهتره برام که با آونگ کار کنم به دلیل همون مشکلات مالی که همتون میدونید. متوجه میشم. اینه که خواهشی که از شما دارم، از امین فردین و از بچه‌هایی که کار پخش اخبار رو میکنن، یک قطع همکاری ما رو با یونیورسال اعلام کنن. خواهشی هم که از شما و آقا کوروش دارم اینه که برای فسخشون هر کاری میتونید بکنید و یک مدرکی از اینا بگیرید که ما قراردادمون رو فسخ کردیم. پس فردا ما به لول جهانی رسیدیم، یارو نهایت بگیم ما با این قرارداد داریم انقدر غنیمت میخوایم فلان این کوس شرا. درست. بنده قرارداد آقا پیمان، شما که قرارداد خوندی، خب به حال اون آگهی هایی که گذاشته بودن چیزی برای فصل قرارداد گذاشته بودن آلمانیا، یعنی اون ماده قانونا معمولا میذارن دیگه. شما فکر میکنم توی آلمان یک ماه هستش بعد از بستن قرارداد. درسته، من الان میگم دقیقا نمیدونم، ولی فصل قرارداد قبل از استارت به همکاری تا 14 روز این نرمالشه، نرمالیتشه. آره. که تا 14 روز شما میتونین قرارداد رو سوبه کوفن کنه، یعنی برگشت میزنم بدون هیچ مشکلی. ولی خب این بحث ما یه ذره طولانی تره و با یونیورسال یه ذره بیشتر گلاویز بودیم و مثلا خواستیم همه دقمه مثلا ما تمام پوانهای مصادر کشیم، حتی اینا رو لازم میگفتن یه امیرخان خودش میدونه، ولی خب تصمیمی که ایشون میگیرن و اینکه من میتونم بپرسم کامل، چون که میگم نمیخوام اطلاعات غلطی بدم که فردا بگم مثلا چرا این حرفو زدی یا متوجه هستین. خب به هر حال هر جوری که هست پیمان جان، امین جان، از شما هم میخوام که ورود کنی آلمانی، بلدی آلمانی، این قرارداد رو فسخش کنید. ما از همین هفته میخوایم اولی آهنگمون رو با آونگ بدیم بیرون. خواهشی که ازتون دارم هر جوری که هست این قرارداد رو فسخش کنید، تموشه بره که ما بتونیم همکاریمون رو با آونگ انجام بدیم، به خاطر اینکه من احتیاج واقعا به این پولی دارم که باید از اینا دریافت کنم. میگم اینا اومدن ما رو گوه انداختن وسط یه داستان، بعد ولمون کردن رفتن، یعنی در واقع ما یک سال عقب افتادیم و افتادیم وسط یه سری هزینه هایی. خب میدونی وقتی من قرار باشه مثلا ما 100 هزار دلار هزینه داشته باشم، میام یه سری چیزها رو قبول میکنم، مثلا قبول میکنم فلان کارمند رو بگیرم براش خونه بگیرم، میدونی چی میگم. ما رو گذاشتن وسط این همه داستان، اینه که ما الان احتیاج به پول نقد داریم. این که بیام خاکخوری کنیم توی یه دونه ارزم حضورت کمپانی الان از اون بر نمیاد. دو هفته پیش بر میومد ولی الان بر نمیاد. خواهش که دارم اینی که 100% فسخش کنید و به ما این امکان رو بدید که ما بتونیم پولو از آونگ بگیریم، کارمون رو شروع کنیم. امروز حالا یه کار دیگه هم میتونید شما بکنید، میتونید یک آلبوم جدید رو به آونگ پیشنهاد. نه داداش، اینا قراردادشون مثل که اینجوریه که کنار این آلبوم نمیشه آلبومی کار کرد.
آه یعنی تو قرارداد این هستش که شما به یه آلبوم دیگه نمیتونید برید شروع کنید. آره از همون اول هی بهشون گفتم اینا انگار طرف اون ورن، هی به ما گفتن نه نمیشه با اخ، نه نمیشه. ما هم گفتیم به کیرت، حالا نمیشه که نمیشه، پول داریم دیگه این ور. الان دیگه پول نداریم داداش، خواهش که دارم اینی که کنسلش کنید ما بریم پی زندگیمون. اوکی همین خواهم، من اطلاعات لازم رو درمیارم به کوروش انتقال میدم. چشم، ما که تا حالا واقعا نیتمون فقط خیر بوده همین خواهم، نمیدونم حالا شما چقدر شناخ بده کردی، ولی چشم حد شما بگی من اعلام میکنم بهشون، میگم خبر بهتون بدن. آره داداش، نیت شما در این که آقا پیمان نیت شما خیر بوده که اصلا شکی نیست سلطان، قربونت برم سلطان، نیت شما خیر بوده و شما جز تیم منی. من الان دارم ازت خواهش میکنم که اون قرارداد یونیورسال هم در طولانی مدت خیلی قرار بوده برای من خوب بشه، منتها در طولانی مدت زمانیه که داشت من جیبم پر پول باشه بعد بیام صبر کنم، میفهمی؟ و من اینو قبول کرده بودم و داشتیم انجام میدادیم. الان این الان یه نفر دیگه اومده کسکش بازی در آورده، جواب تلفن منو نمیده، پولای ما رو نمیدن، فهمیدی چی شد؟ بله بله. من توی یه همچین حالتی دیگه نمیتونم بشینم خودم 10 تا کارمند حقوقاشونو بدم خاک بخورم که حالا آیا یونیورسال سال دیگه میخواد برای من خوب بشه یا نه. میدونی؟ متوجه. در اون که نیت شما خیر بوده داداش شکی نیست، منتها این وسط یه سری آدم مثل این که نیتشون خیر نبوده یهو زیر پای ما رو خالی کردن، حالا ما مجبوریم بیایم دوباره از صفر شروع کنیم. اوکی متوجهم چی بود. آره بس. یه وقت سوء تفاهم نشه، فکر نکنی که مثلا من دارم میگم شما خیلی هم حال دادی به ما، بهترین قراردادم بستی، به قول خود خاک خوری داره، ما هم همه اینا رو میدونستیم، قرارداد امضا کردیم، ولی الان به دلایلی که بهتون گفتم بنده نمیتونم این خاک خوری رو بکنم. حالا قراره یه سال دیگه جهانی شیم، نمیشه دیگه، بنده خزینه دارم باید انجام بدم، وای میسم یه سال دیگه هم صبر میکنم بعد میام جهانی میشم، اب نره. اوکی همین خواهم، من اطلاعاتو میگیرم بهتون حتما اطلاع میدم. آقا فردی نگه میشه شما هم به من وزشی، من میتونم به شما هم بگم این چیزا شد. بله لطفا یه آگه باشه بفرستی من ببینم چی بوده بدم حالا وکیل اینستاگرام من برای شما یه دنه دایرکت مسیج میزنم. آره بفرست من اگه مشکل چیز بود من به وکیل خودم میدارم توی آلمان اون بخونه ببینیم که وضعیتش چجوری بوده. امیر الان وضعیت قطع همکاریت با سایت ها چی شد؟ جواب شما رو کلا نمیدن دیگه الان همچنان. درست جواب ما رو نمیدن، ولی ما گفتیم که کار نمی کنیم دیگه، تبلیغات هم نمی کنیم، به هوادارامون هم گفتیم نرید تو سایت. بعد اینا سایت هنوز پایین نیومده یا اومد همچنان به اسم شما دارن کار میکنن؟ فکر میکنم همچنان دارن کار میکنن. نه کار که اعلام کردیم سایت هم که هر کسی که پولی داره در بیاره بسته بشه، نه هیچ تبلیغی نیستش، کاری هم نمی کنیم. آره داداش ما هیچ تبلیغی نمی کنیم، هیچ کاری هم نمی کنیم، به هوادارا هم گفتیم، خود تو بارها اعلام کردی که ما دیگه کار رو می کنیم، حتی اومدیم گفتیم بلیط هم میدیم بهتون، اما بکشید بیرون مردم. آره دیگه، حالا من اینجا میگم که اونایی که تو سایت تتلو رفتن و میخوان بازی بکنن پولاشونو بکشن بیرون، چون هر آن ممکنه این سایت بسته بشه، پولاتون هم بره رو هوا و ادمیناشون جواب خود امیر رو نمیدن، چه برسه دیگه بخوان جواب شما رو بدن. یعنی اگه پولاتون رفت اتفاقی افتاد به چشم کسی نه امیر جان بذار حالا بهش میگم بس ادمین نیست، ما سایت کلا بستیم و همه باید تخلیه کنن حساباشون رو، یعنی اصلا این نیستش که ما با ادمین هم مشکل داشته باشیم و تو سایت اتفاق بدی بیفته برای کسی که بازی کردن. تا این لحظه هم هیچ موقع هیچ چیزی پیش نیومده، هیچ کسی نبوده تا حالا بیاد بگه آقا مثلا کوچیکترین جابجایی بوده، ضرر زیانی اتفاقی برای حساب من افتاده، شارژ من نبوده. ما تو کارمون جدا از هر چیزی تو هر دو سایتی که داشتیم خیلی تمیز کار کردیم، حرفه‌ای، و هیچ کاربری وجود نداره که ناراضی باشه و اتفاقی براش پیش اومده باشه. و این موضوع ما با رده بالاتر این ماجرایی که ارتباط نداریم و اعلام کردیم، اونا هم ما خواستن اتفاقا همین موضوع رو که آقا اعلام کنید به همه که حساباشون رو خالی کنن بازیکن‌ها که خب بسته بشه، و الان هم تو همین مرحله است. در رابطه با این قضیه ببخشید بازی سلام هم بکنم به همه، یهوی ورود کردم. در رابطه با قضیه یونیورسال هم حالا یه صحبت کوتاهی سلام می‌کنم پیمان جان بچه‌ها همگی. قضیه یونیورسال هم خب ما یه زمانی ورود کردیم، خیلی هم دوست داشتیم، امیر خانم از کل شرایط با خبر بوده، مطلع بوده، قبول کرد قرار داد و، ولی خب واقعیت امر همینه، ما جای دیگه ساپورت مالی می شدیم. من این حرفه که می زنم با خود پیمان و
منیجره دیگه همون که توی خود یونیورسال هستن و هستن ایرانی نیستن در جریان گذاشتیم، یعنی با خبر از این موضوع. اون موقع ما میتونستیم که ساپورت بکنیم، الان شرایط اینجوری شده، پشت ما رو کسی دیگه خالی کرده، مشکلات مالی خوردیم و یعنی اینکه این قرارداد قرارداد خوب و سالم و محکمی بوده، خیلی کارا دارن برای ما میخواستن انجام بدن و فکر میکنم مثلا انجامم بدن باز، چون انقدر که از امیرخان خوششون اومده و میدونن که چه آدم حرفه‌ای هستش. ولی خب پیمان جان، حالا شرایط قرارداد میدونم که اصلا توش این شرایط رو نداشتیم، ولی خب به کمک خودت و نفی و نادر و همه بچه‌ها صحبتاشو بکنیم امروز، همونطور که تو واتساپ هم بهت گفتم، زودتر این کارم انجام بدیم و اینو بدون که هدف ما یه موقع خدایی نکرده آزار شما نبوده تو این قضیه، چون که دفعه قبلی هم یه ماجرای دیگه داشتیم، یه پیش اومدیه که واقعیتشو داریم بهت میگیم و از شما هم خیلی شخصا خودم هم ممنونم، از تیم آقا نادر، نفی، بچه‌ای که کار کردن این وسط، اینا رو خواستم شخصا ازت تشکر کنم، بدونی که این موضوع مشکل کلیه که برام پیش اومده، یه موقع به چیز شخصی نگیری این قضیه رو فکر کنی از طرف شما یا آقا نادر چیز باشه. همین، هر سوالی هم چیزی همین جان، کسی دیگه سوالی داره بگه من جواب باشم. بعدات شما آقا کروش، منم بابت اینکه همکاری که بوده با آقا کروش همیشه تنگاتنگ بوده، اصلا هم تشکر میکنم سلطان، از امیرخان هم همین جور تشکر میکنم. اگه اجازه بدین من باید رومو ترک کنم. مرسی آقا پیمان. همین جان، حالا اگه یه محل این کمپانی زیر بار نره برام فسق یک طرفه و بگی که داش مجبور بره یا زیر بار بره یا بیاد منو بندازه زندان دیگه، کاری نداریم، من کاریم رو انجام میدم، کاریم اصلا به قرارداد چیرم داداش کلا، هیچ رقمه زیر چیز نمیری، بعد فسق بکنن دیگه. آره داداش، یا باید پول بیشتر از آونگ بدن به ما یا باید فسق بکنن، راه دیگه نداریم، چون من باید بالاخره نون بخورم یا نباید بخورم. درسته. به نظر من داشت امیر، اینو آقا پیمان راهش رو فقط میتونه هموارتر بکنه، پول بیشتر از آوانگ بدن، این سه تا راهیه که اگه میشه شما که همیشه بودی، همیشه قدمات مثبت بوده، اگه میشه یه جوری این کارو به اتمام برسون، یا بیشتر از آونگ پول بدن اگه قراره که باشه، یا اگه قرار بشه که بسته بشه یه جوری باشه که داداش بر امیر هیچ مشکلی پیش نیاد و با خوبی و خوشی، یعنی بهشون متوجه کنی که این داستان اینجوریه، اینا بیشتر پول لازم دارن برای زندگیشون، که یه جوری باشه که درست تموم بشه داداشی. دمت گرم سلطان. البته ابو سعید، من بین صحبتت یه چیزی بگم که خب یه سری بحثا بین ما و تیم یونیورسال هست که حالش کسی مطلع نیست، یکی اینکه مثلا در رابطه با فقط این پرداخت نیست، ما وقتی کار مرحله مرحله جلو میره، حالا از چند نظر تولید محتوای موزیک باشه یا کلیپ باشه، درخواست میدیم به کمپانی و دوباره تزریق مالی میشه یا هزینه هست. اینا رو الان میگم صرفا به خاطر اینه که آقا پیمان، خب بچه‌ها در جریان خیلی چیزا نیستن. بله درست، آقا کروشین چند بار هم صحبتش بود، یعنی این بابت فقط پیش پرداختی که میده که برای هزینه‌های اولیه ساخت موزیک و ویدیو کلیپ و و و و این بیشترین مبلغی بود که ما تونستیم با شرایط حال بگیریم. میگم اینا دیگه لازم به ذکر نیست، هم امیرخان میدونه هم آقا کروش میدونه. و اینکه ما وقتی که مثلا 4 تا کار میدادیم، 2 تا ویدیو میدادیم یا یه دونه ویدیو میدادیم، میتونستیم درخواست مخارج کنیم، ازشون پول بیشتر بگیریم. این پولی نیستش که، این 50,000 یورو مبلغ قرارداد نیست، این پیش پرداخت، این در از پول تولید محتوا میشه و ما درخواست باز میدیم به کمپانی طبق مخارجی که در میاد. داداش من همه اینا رو میدونم، درخواست و مرخواست و اینا کلی کار داره، باید 6 نفر اینا رو عرضم به حضور ترجمه کنن تا اون بره. الان ما 2 ماه با یونیورسال داریم کار میکنیم، گفتن پیج ما رو برمیگردونن، هنوزم هیچ کاری نکردن. میکنن، گوش بده آقا پیمان، اوکی اینا میکنن، تایم میخواد. داداش من تایمشو داشتم تا دیروز، از الان به بعد تایمشو ندارم عزیز من. من یکی رو میخوام بیاد به من بگه آقا این 20,000 تا رو بگیر برو ماه دیگه دوباره بیاد این 20,000، هر وقت پول خواستم بهش زنگ بزنم بگم آقا بزن، چون من اینجا چند تا کارمند دارم سلطان، دارن از من حقوق میگیرن، من نمیتونم به یارو بگم کار کردی برو، هر وقت یونیورسال جواب منو داد من بهت پول میدم که متوجه. این و این چیزایی که شما دارید میگید همش درسته، آپشن ها هم همش درسته، منتها من وقت برای اینکه وایسم اینا پیج منو واکنن یا وایسن به درآمد بیفتن اینا
ندارم داداش. اینو... همین خواهم فقط یه چیزی بابت اینکه من یه دفاعی هم از یونیورسال باید بکنم این وسط، چون که برای پیج شما حالا من ایمیلاشو به آلمانی همه رو به آقای فردینم میتونم اگه دوست داشته باشی شما نشون بدم. خب این فراتر از این رفته، یعنی پیج شما رو چون به صورت کلی بستن و چند نفری پشتش خیلی پشتش گذاشته بودن این پیج باز نشه، رفته به مرکز اصلی اینستاگرام توی آمریکا این مسئله رسیده که اونجا یه چیزی گذاشتن هیچ ادمینی و هیچ کس دیگه نمیتونه اینو باز کنه و ما 3 تا درخواست دادیم تا حالا و کار ترجمه شده، یعنی شاید بالای 100 تا ایمیل این برون برشون، یعنی واقعا شما فکر نکن که اینا تایم نذاشتن مثلا گفتن وقت میخواد، یعنی هیچ کس دیگه هم نمیتونه بکنه به جز اینکه کسی مثلا رابطه مستقیم داشت با رئیس اینستاگرام مثلا میتونست رابطه مستقیم بذاره، ولی تمام کارهای حقوقیش شده این کوروش هم در جریان این کارا تمام بوده. برون در جریان نتونستن داداش، حالا اصلا هر کاری هم کرده باشن وقتی نتیجه نشده ما باید چیکار کنیم؟ الان منم برگردم بگم، منم پیمان جون برگردم بگم بنده اومدم به شما گفتم 12 تا آهنگ، الان هر چی من میرم پای کامپیوتر کامپیوترم بالا نمیاد، باید ادمین اصلی یکی رو پیدا کنید صاحب کامپیوتر من بیاد تا کامپیوتر من بیاد بالا. این که جواب نشد که داداش شما اینا به من قول دادن پیج من میاد بالا، پیج ما نیومده بالا. اصلا ما به خاطر پیجه با اینا کار کردیم راستشو بخوایی. خب حالا نمیتونن دیگه به من ربطی نره، اینا به من گفتن میتونن، میتونستن از اول بگن آقا ما نمیتونیم. حالا نتونستن، رفتن 1000 تا ایمیل زدن، نه 2000 تا ایمیل زدن، نتونستن دیگه. اگه میتونستن ما باید میومدیم میگفتیم آقا شما 1000 تا ایمیل زدی پیج ما رو وا کردی، هزینش مثلا چیه؟ درست سوال تو بکشیم پایین بدیم به شما. این کار هنوز تو جریانه آخه، هنوز تموم نشده که بگیم نشده، این کار تو جریانه. اینا دیگه فکر کنم بچه‌ای که مثلا هستن میدونن یه سری کارهای حقوقی داره، یه سری کارهای دفتری داره، اداری داره که بعد انجام شه، یعنی اینجوری نیستش که نشده کار. آخه داری میگی جریان میگی بعد خود رئیس اینستاگرام بیاد. نه میگم اگه یکی که می‌خواد سریع‌تر انجام بده فقط در این صورت بود که رئیس اینستاگرام مثلا باهاش پسرخاله بود رنگ می‌زدش. میگم یعنی کار در جریانه، کار که تموم نشده. این پیج شما هم 100% باز خواهد شد ان شاء الله. خب پیج ما رو باز کردن، بعد ما یه جوری از خجالتشون در میاییم بابت پیجم. نه نمیخوانم اصلا وا نکنم تخمت، اصلا پیج این استورمونم بدیم به اونا. اوکی سلطان، من تمام اطلاعاتو میگیرم بهتون چشم میدم. دمت گرم تا یه سری مرسی ها. با اجازتون اگه اجازه بدیم من رفت زمان. پس اجازه که بدی من با آونگ صحبتمو بکنم و پولامو جا به جا کنم به تونم کنم انجام. من اطلاعات تمر رو همین تا بعد از ظهر برسونم به آقا کروش. دم شما گرم، خیلی ممنون بابت وقتی که گذاشتید. چاکریم آقا. آقا سعید، آقا امین، آقا کوروش. چاکریم آقا پیمان جون. چاکریم باش. الان آخر هفته است یونیورسال هستن بچه‌هاشون. حالا ما راست میگم امروز شنبه است، حواسم نبودش. ولی تا دوشنبه حتما. آره گفتم بدون جهجرا داداشم سنگ میندازی همین قرار بود تا بعد از اون نه آخه من میخوام بگم من تا دوشنبه نمیتونم حرف بزنم وایسم سلطان، من فردا احتیاج به پول دارم، من به نفتی مستقیم زنگ میزنم اطلاعات میگیرم. داداش من به چند نفر از کارمندان حقوقشون مونده، باید پول بدم، این پولو باید یکی بگیرم بدم. اگر که شما تا شب به من خبر دادی که دادی، اگه ندادی من شب پولو از آقای میگیرم کارو میکنم باهاش، بعد دیگه خودشون برن هر کاری دوست دارن بکنن. اوکی من گفتم که مشکلات پیش آمده احتمالی پیش نیاد. داداش بره زنگ بزنه یارو رو پیدا کنه دیگه، یعنی چی؟ مگه دادگاه شنبه است تعطیله؟ یه واسه بزنه باشه چاکرم قربونت باشم با زحمت. خداحافظ پیمان جان. خداحافظ. چرا سختش میکنی داداش همه چیو؟ بابا این داداش همین آلمانی ها رو تو نمیشناسی. الان 10 دقیقه دیگه رو پیدا کنه زنگ بزنه بگه آقا شرایط فورس ماجور داداش، من اینجا بدون پاسپورت بدون پول تو وسط ترکیه وایسادم، نمیتونم منتظر جواب این اون باشم که گسکشا باید دست به جمعونن کار ما رو انجام بدن دیگه. یعنی چی به کیرم که تعطیله؟ زنگ بزنن واتساپش بگن آقا اینجوری شده یارو مونده وسط ترکیه. چرا نمیفهمید شما قضیه رو؟ الو
بله داشتم یه ذره کنترل کن. آخه داداش قضیه رو نمیفهمن، همه ما رو گذاشتن اینجا بدون پاسپورت، بدون یه قرون پول وسط ترکیه، 30 تا کارمند، 30 تا داستان، همه هم میگن وایسا ما نامه نگاری کردیم. خارکوسه بعد از زنگ بزن تلفن یارو رو سوراخ کن بگو اینجوری شده. یعنی چی نامه نگاری کنیم وایسیم سب کنیم؟ ناراحت نباش، من الان به پیمان زنگ میزنم میگم شرایط فورس ماجور نمیفهمین یعنی چی دیگه. فورس ماجوره دیگه داداش دیگه. من برینم بخورم الان وسط ترکیه هیچ جام نمیتونم برم؟ یه ذره شعور و انسانیت هم خوبه دیگه داداش. همه چی که تایمی و قانونی و نامه نگاری نیست که، یه موقع یکی گیره براش از وقت میزنن، از قانون میزنن، از قرارداد میزنن. الان ما اینجا گیر افتادیم، یعنی به عنوان یه آرتیست حق نداریم گیر کنیم از 4 نفر کمک خارج از نوبت بخوایم؟ یه ذره احترام هم خوب چیزیه دیگه دادا. شما باید طرف من باشید نه طرف مردم. که حالا من با پیمانم صحبت میکنم، من شمارهشو داد بفرستین قراردادشو من بخونم ببینم داستان از چه قرار بوده که داداش من اصلا هر کاری بلدید بکنید بنده وای نمیستم. میگم کسکشا میخوان بیان قراردادشون رو بگیرن دستشون برن، پلیس بیان منو ببرن زندان، لااقل تو زندان خرج منو بدن. یعنی چی؟ حتما باید اینجوری بگم بهتون؟ نیست دیگه داداش، نیست. به قول آقام کف دست مو نداره بکن. تا الان بوده ما به همه حال دادیم، به خود یونیورسال هم حال دادیم، چهار تا آهنگ جلو دادیم، نگفتیم آقا پولش بود. همه ماکتا رو دادیم، همه کارا رو کردیم، 30 بار تو چنلمون شیر کردیم. الان پول نداریم میگیم نمیتونیم داداش. امیر الان چند تا آهنگ ماکت دست یونیورسال داری؟ داداش 40 تا. هر چی ماکت داشتیم و فرستادیم براشون، هر چی آهنگ بعدیمون رو دادیم بهشون، آهنگ قبلیمون ریلیز شده، اینا بعد 4 ماه تازه پولو ترانسفر کردن. حالا آیا برسه آیا نرسه؟ تازه الان ما میگیم کنسله، آکوروش میگه پولشون نشسته به حساب. داداش من دیروز به شما نشون دادم. داداش الان به برگردون بهشون. آره برگردون به کیرم. پول فرستادن، پولشون رو نخوردیم که. عین همون رقمی که فرستادن فرداش برمیگردونی واسهشون. بگو این پولت یه روز تو این رفت آمد بوده، چقدر به عرش کسکش، اونم من میدم. بکشید اما بیرون دیگه. دارم میگم نیست دیگه، وقتی نیست بوده اومدیم الان میگم نیست. آقا من اصلا الان شرایط آهنگ خوندن ندارم. چرا نمیفهمید؟ چه جوری بیام با یارو کار کنم؟ کرونا گرفتم داداش اصلا. الان چند تا آهنگ دست تنظیم کننده هاشون دارید بغیر از ماکتا که آماده انتشار بوده؟ داداش تنظیم کننده هاشون که ریدن برای ما، چند تا تنظیم فرستاده بودن، بلا نسبت ان از اینا قشنگتر تنظیم میزد. ما اومدیم تنظیم کننده های خودمون رو برداشتیم بهشون، 4 تا 5 تا ماکت دادیم. تا حالا یه دونه آهنگ میکس و مستر کامل دادیم که قراره برن میکس و مستر کنن. یه هفته است الان هنوز امروز فردا میکنن. ما انقدر نمیتونیم وایسیم داداش. این انقدر صبر کردن مال کسیه که چپش پر باشه. بنده چپم پر نیست خوشبختانه یا متاسفانه. الان نمیخوام کار کنم، هرچی هم چیه ضرر زیانشون چقدره بگو بهشون بدیم. کاری هم که نکردن واسه ما. 4 تا ایمیل کسکش داده واسه این استاگرام دیگه. چقدر پول 4 تا ایمیل بگو بزنیم به کارتشون بکشن اما بیرون. من نمیفهمم یه جوری مسائل بزرگش میکنن انگار مثلا 60 نفر مثلا بیل زدن نصف ساختمون رو بردن بالا. حالا ما گفتیم نمیخواییم داشت، چست و من دادن به ما، چست و من پیگیری کردن، 4 تا ایمیل کیری دادن دیگه. حالا هزینش چیه؟ دونه آهنگ مجانی ما دادیم. نه چقدر پول ایمیلاتون بوده؟ انگشت شستتون چقدر کار کرده؟ پول شما بهتون میدیم از همون بکشیم بیرون دیگه. این همه حرف نداره، تعطیله و فلان و اینا نداره که. یه چیزی رو انقدر گندش میکنن، همه رو همیشه گنده میکنن، ما رو کوچیک میکنن. این چه وضعیتیه من نمیفهمم. الو. بله امیر جون. حالا انشالله من الان به پیامم داد پیام داد توی چیز بگیری کنیم ببینیم که چی میشه قرار داد. این آره اتمنه داداش اینو کنسل کنید، خبرش هم همه جا بزنید. پول آونگ نقده، من میخوام باش کار کنم پول بگیرم، احتیاج به پول دارم راستشو بخوای. از دیروزم ورداشتیم فروشا رو گذاشتیم، کسکشا کلن 40 تا دونه کتاب خریدن،
این 40 تا دونه مثلا کلا 4000 تومانش به ما میرسه، کلا به 100 دلار هم نمیرسه. خب با این قیمت که داشت نمیشه زندگی کرد که بنده دارم تو استانبول زندگی میکنم، فقط 10 تا کارمند دارم. میفهمید چی میگم؟ نمیشه دیگه. حالا یه زمانی بوده ما اومدیم گفتیم هست، الان نیست دیگه. یه زمانی بوده ما اینقدر واسه این نوع میزدیم، الان نبوده دیگه نمیزنیم دیگه، نیست دیگه. این شرایط نبودن هم باید درک بشه دیگه. درسته، ان شاءالله ختم به خیر بشه اتفاقات، سریعتر هم اتفاق بیفته. من خودم حالا پیگیری میکنم تا بعد از ظهر. دمت گرم، خبرش هم بزنید و ان شاءالله آهنگ بعدی ما از کمپانی آونگ پخش میشه. که ان شاءالله آهنگ به محض اینکه پولشون رو به من بدن من آهنگو بهشون میدم. اسم آهنگ چیه؟ من یادت نرم هست، از آلبوم فرشته. از اون بر اولی نبودم ولی آخریشم هست، از آلبوم شیطان. از این بر آهنگای بعدی آلبوم فرشته هم همشون آماده است، هر کدوم پولشو بدن پرداخت میشه. که چی پخش میشه؟ هاشمی هم بود اینجا توی اسپیکرها، نمیدونم نیومدم بالا فکر کنم دوست نداشته لابود بیاد بالا. آره بسیار، آره شاید هم نخواد حرف تو حرفش بخواد جزئیات قراردادو بگه، اونم شاید دوست نداره بگه. دست شما در نکنه همه جان، ان شاءالله پیگیری بکنید. شما مرسی که اومدید.